هوشیاری مسیح نه تنها در رابطه با دنیای دور از باورهای الهی هستش، بلکه به باورمندان دین و مذهب و مریدان خود این گونه است. در انجیل متا 24:11 الی 13 اعلام میکنه: در روزهای آخر انبیای دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند کرد. یک بار دیگه، انبیای دروغین زیادی. چه کسی هستش که بتونه بگه من که مرید فلان شخص، فلان انبیا، فلان پیغمبر شدم جز به این زیاده نباشه؟ و چه کسی هستش که بتونه ثابت کنه چون اکثریت مردمی یک باور مذهب خاص رو دارن حق با اونها هستش؟ چون مسیح اینو 2000 سال پیش داره پیشگویی میکنه: انبیای دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند کرد و شرارت به قدری زیاد میشود که محبت آدمی نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد، اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات پیدا خواهد کرد. انبیای کاذب شاید یکی بیاد، یک نفر به عنوان نبی کاذب میاد، اما شما میدونید مریدان اونها میشن انبیای دیگه که اونو تاییدش میکنن. شخصی میاد میگه من از طرف خدا هستم، پیغمبر هستم. بعد افراد دیگه میان اونو تایید میکنن، میگن آره خدا هم به ما گفته این پیغمبره. پس خودشون هم اونجا وایسن. حالا ما که از بکرانمون یادمون هستش، بعد امامه میاد و یه عده میشن یه امامی، یه عده میشن دو امامی، یه عده سه امامی، 12 امامی، 20 امامی، 14 امامی، 15 امامی شم که الان هست. همینطور اضافه میشن و شاخه ها زیاد میشه. و بدتر از این اینه که یه عده دیگه میان اونا رو رد میکنن با یک باور دیگه. پس این هوشیاری رو مسیح داره به ما میده: هوشیار باشیم. انبیای کاذب ثمرهشون نشون میده. یکی از ثمرات انبیای کاذب دروغه و با دروغ مردم رو فریب میدن، همون گونه که متاسفانه در جامعه ما، امیدوارم بگیم یه روزی در جامعه گذشته ما، دروغ مصلحتی بود و به پیرویه روایت های دروغ، همون روایت هم دروغه، شخصی رو که بهش باور دارن میگن از سکوی بلند شد، وقتی که دید یه دوزی رفت یک طرف، رفت یه سکوی دیگه نشست. وقتی نشست رو اون سکو، سربازا و نگهبانا که دنبال او کردن گفتن فلانی شما دوز رو دیدی؟ گفت از زمانی که رو این سکو نشستم ندیدم. و همه ما رو متقاعد به این حیله کردن. این دروغ نیست، حیله است، بدتر از دروغه. پس همین گونه بود که ایرانی ها متاسفانه، حالا همه رو نمیخوام بگم، به تعلیم اشتباه رفتن. اینا ریشه های بدی هاست. اینها رو دارم عرض میکنم که به ریشه ها نگاه کنیم. وقتی که من هنوز به مسیح ایمان دارم، دارم دروغ میگم، بدونم کجا ایستادم. دروغ من به خاطر انجیل مسیح نیست، دروغ من از بکرانم داره میاد که من هنوز شفا نگرفتم، من هنوز آزاد نشدم. پس پیگیری کنیم. درسته اصطلاحا هم با یک کلمه مانند دروغ روبرو میشیم، میگیم ای بابا چیزی نیست، بچه ها میدونن دروغ بد هستش، اما لازم هستش که ما نیز از این دروغ ها آزاد بشیم و خودمون رو در جایگاه درست قرار بدیم تا بدونیم حقیقتاً چه لطمه بزرگی به ما خواهد زد آنچه که ما داریم میبینیم نسبت به تمام موقعیت‌هایی که از بکران گذشته متاسفانه نصیب ما شده از نبی کاذب. و همون نبی کاذب میتونه جامعه‌ای رو به هم بریزه با دروغ، دولت‌های تشکیل میشن به نام همون نبی کاذب، کشورهای تأسیس میشن به نام اون نبی کاذب، و تأثیر این دروغ میبینیم متاسفانه جهانی میشه. یک مثال روسی میگه: در مرداب دروغ چیزی جز ماهی های مرده شناور نخواهند شد، چون تعلیمات و تشویقات همه در اون مسیر بوده. پس وقتی من به مسیح ایمان میآورم، با هوشیاری میباید به دنبال سلامتی و شفای خودم باشم. من فقط نمیتونم بگم با دعای توبه که توی کلیسا خوندم، با تعمیدی که کشه کلیسا منو تعمید داد،
و حتی با کلیسا رفتن، حتی با ده یک دادن، من دارم تولد تازه رو میگیرم و در مسیر تولد تازه دارم رشد میکنم. خیر، نگاه کنیم به زندگیمون، کجا آسیب خوردیم؟ آیا هنوز به پیروی گناهان گذشته که از نبی کاذب نصیب من شده، من اونجا قرار گرفتم؟